خدادادی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، نقاش و مجسمه‌ساز هستم و گاهی وقتا کارهای دیواری انجام میدم، دیوارنگاری انجام میدم. حدود 20 و چند سال هم هستش که به صورت مستمر دارم به نقاشی و مجسمه می‌پردازم. والا داستان از اونجای شروع شد که من توی یک روز پاییزی، توی یک روز تعطیل تو فصل پاییز خارج از شهر رفتم با خانواده و مواجه شدم با یه سری یک علفزاری منطقه خیلی وسیع که علفزار بود. خواستم این مقدار اونجا استراحت کنم و در واقع این مقدار با خودم باشم که چشم افتاد ناخودآگاه به این دیواره خیلی عجیب و غریبی که از این علفزار و اون فضای خیلی خاص ایجاد شده بود. چون من دراز کشیده بودم مثل یه دیوار، این بر اونورم علفزار بود و فوق‌العاده برام فضا عجیب اومد. بلافاصله برگشتم خونه و شروع کردم به نقاشی کردن. این بوده مثلا 4 سال پیش 3 سال پیش و همچنان هر شب شد کارم. یعنی اینقدر فضا برای من دوست داشتنی بود. البته هیچ وقت قصد اینو که بخوام دوباره طبیعت رو بازنمایش کنم ندارم و نمیخواستم از اول این اتفاق بیفته. خواستم اون حسه. هر از گاهی هم سر میزنم تو فصول مختلف اون فضا رو میبینم به خاطر اینکه دوباره ارتباط برقرار بشه و بعد تبدیل شد به این مجموعه. عوامل هستن که دست به دست هم میده. اون وقت من اون نگاهی که دارم تبدیل میشه به این فضا. یه کسی که با یه سری اعتقادات تبدیل میشه به یه فضای دیگه. من هیچ وقت قصد با اینکه شاید به لحاظ تکنیکی هم توانش داشته باشم، شاید، نمیخوام حالا خیلی با صراحت بگم، ولی هیچ وقت قصد نداشتم طبیعت و یا هر چیزی که در واقع وجود داره به صورت عینی، هیچ وقت علاقه ندارم به اون صورت دوباره بیانش کنم، چون بیان شده بسیار زیباتر از اون چیزی که من بخوام بیان بکنم. منم برای ذهنم یه طبیعتی قائلم. فکر میکنم که میتونم یه جایی در اندازه‌های خودم این مجوز و خداوندگار هستی ما داده که میتونیم در ابعاد خودمون آفرینش بکنیم، خلق بکنیم. این مجوز خود خدا داده به ما. برای اینکه اگه جسم ما خاکی هست، تمام وجود و جان و حیات ما، روح ما خداوندیه. بنابراین این بزرگترین در واقع نعمتی است که فکر می‌کنم خدا به انسان‌ها داده.
یک هنر بسیار منظم، زیبا، متنوع و دقیق است. نیاکان ما هیچ چیزی نساختن، هیچ چیزی نکشیدن که شما توش یه پلشتی ببینید. همش با دقت و فوق‌العاده جدا زیبا و بسیار منظم، به طوری که گاهی وقتا فکر میکنم همه دیگه عاجزن اونا رو تکرار بکنن، چه در بخش معماریش، چه در تصویرنگاریش، چه در خوشنویسیش و خیلی موارد دیگه. من فکر میکردم که این نظم توی کارام باید باشه، یه جوری خودم رو ارتباط بدم به نیاکانم. و از طرفی خطوطی که توی نگارگری های ما که به اصطلاح مینیاتور خونده میشه، خطوط بسیار دقیق و منظم و بدون خطاییه، که هرچند تو کار من خطا خیلی زیاده، ولی میخواستم یه جوری از خطوط استفاده شده در مینیاتورمون، تصاویر مینیاتورمون، مثل دورگیری ها اینا تو کارم بیارم. اینا در واقع دست به دست هم میده و تبدیل میشه به یک فضایی که الان نمیدونم چقدر درسته، فقط من دارم انجامشون میدم، چقدر به خطا رفتم، چقدر درسته و چقدر میتونه درست باشه.